کارگران اعتصابی خطوط هوایی ایبریای اسپانیا در حالی که می‌کوشیدند وارد فرودگاه بین المللی باراخاس مادرید شوند با پلیس درگیر شدند. کادرهای پرواز و ماموران کنترل شرکت ایبریا در اعتراض به اخراج بیش از 3000 تن از همکاران خود صبح دوشنبه دور اول اعتصابی 15 روزه را آغاز کردند. ایبریا در سال 2011 در شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز ادغام شد. سیاست‌های کارفرمای جدید برای جلوگیری از ضرردهی نارضایتی کارگران را به دنبال داشت. میخل آنخل و خیمنز از سندیکای تکنیسیان‌های هواپیما میگوید دولت 15% سهام را در دست دارد و اگر بخواهد ما را برای سود شرکت‌های انگلیسی رها کند، کارگران ایبریا با این حمله به جهانگردی اسپانیا خواهند جنگید. آنا پاستور وزیر راه و ترابری هم تداوم این اعتصاب را به معنای از دست دادن 10 میلیون یورو در روز دانست و گفت از دو طرف می‌خوام هر چه سریع‌تر با هم توافق کنند، چرا که کشور ما از بحران اقتصادی رنج می‌برد. این اعتصاب با تعطیلات مدارس بریتانیا همزمان است و اسپانیا هم یکی از مقاصد اصلی جهانگردان انگلیسی است. تابلوهای اعلان پرواز جمله انگلیسی به خانه‌ات برگرد را نمایش می‌دهند. مدیران شرکت ایبریا پیشاپیش 415 پرواز خود را در این هفته لغو کرده‌اند.